عمق ضخامت شیشه همون زیاده و از چسب های تک جزئی داریم استفاده میکنیم، بهتره که فوم بذاریم و حتما باید تاریخ چسب رو کنترل بکنیم، زمان چسب رو کنترل بکنیم که چسب فاسد نشه، ضخامت چسبمون باید مناسب باشه. عموما اینجوریه که بالاتر از 10 میلیمتر اجازه نمیدن چسب ریزی اتفاق بیفته، اون قسمت مرکزی چسب خشک نمیشه چون عمده این چسب ها چسب هایی هستن که در مجاورت هوا خشک میشن. اگر ضخامت های زیادی داریم مجبوریم بریم سراغ چسب هایی که دو کامپوننته هستن، ترکیب میشن و جزء دومشون چسب رو خشک میکنه و باعث گیرایی چسب میشه. معمولا مارک و برند در واقع چسب هم پرسیدن خب برند های مختلف سوال هست، سیکاسیل هست، ساجن هست، جی بی هست، خیلی از برند ها هستن که تاییدیه دارن. فقط نکته مهمی که این چسب ها دارن مثل چسب هایی که داریم دور شیشه کار میکنیم که این چسب ها باید مخصوص این کار باشن. ما پروژه‌ای داشتیم که چسبی رفتن استفاده کردن که برای درزبندی های سنگ به سنگ اومدن برای شیشه استفاده کرد، یا پروژه‌ای داشتیم که اصلا دقت نکردن به تاریخ مصرف چسب و از تاریخ مصرفش گذشته و اومدن از اون چسب استفاده کرد. سوالش حالا چون بابا پرسیدن اولش گفتیم که یه مدل چسب خاص هست از تریم، درسته؟ چسب تریم یک چسب نواریه، مثل چسب برق حساب بکنیم، یه چیز اینجوریه میان میزنن. این چسب تریم مصرف فوق‌العاده‌ای در سیستم های یونیت هایز داره که میخوان شیشه رو به سیستم یونیت هایز، به اون پروفیل های اصلی یونیت هایز بچسبونه. خب یه نکته خیلی مهمی که این چسب داره که حتما باید کنترل کنیم اینه که باید چسب ها خونسا باشن و بهتره که از تولید کننده چسب درخواست کنیم آزمایش ها و تست های مربوط به واکنش این چسب نسبت به پی وی بی ها رو به ما ارائه بدن، چون بعضی از این چسب ها خورندگی دارن یا ناسازگارن با پی وی بی ها و باعث میشه که از همون قسمت ها دیلامینیت شدن شیشه اتفاق بیفته. مثلا تصویری که توی اون پروژه تهران دیدیم تو حباب پیش اومده بود، البته اون حباب ها بیشتر به خاطر کیفیت بد تولید شیشه است. خب این پروژه اسکایلایت ستاره نورمال هست در مشهد، مهندس مهندس ارشد تو جلسه اول توضیح دادن. بعد نکته ای که داریم اینه که شیشه با تکنیک اسپایدر و روش اسپایدر توسط این کانکتورهایی که اینجا میبینی روی این گوی سازه فضاکار قرار گرفته و بعد قسمت هد اتصال و پنجه اسپایدر و بعد از اون متعلقات روتر رو در نهایت نصب شیشه رو داریم. من دیگه سریع صحبت میکنم، اگر سوال چیزی داشتیم میکنم بکنم. خب میتونه نمای اسپایدر با سازه های کابلورات هم باشه، مشابه تصویری که میبینیم. اینها دیگه یکم سیستماشون خاص میشه، مهندسیاشون خاص میشه، حتی روش های اجرایشون هم خیلی خیلی خاص میشه. حالت هایی هستش که در زمان اجرای نمای شیشه ای یه سری کیسه های شیمی رو ما به ازای وزن شیشه از نقطه های پنجاه اسپایدر آویزون میکنن تا بتونن سیستم رو تنظیم میکنن و پلاک شیشه ها رو بیان نصب کنن. این سیستمی که الان تو تصویر داریم میبینید یک سیستم خرپای راد هست. این یکی کابله، این یکی این هم کابله، سیستم خرپای کاب هست و این یک راده. میتونه سیستم های راد تمام راد هم باشه که بعضاً یه سری تنشن راد یا راد های کششی داره که اونها رو پیش تنیده میکنن جهت استیبل کردن سیستم. قطعات دیگه هم داره تو این سیستم ها، قطعاتی که برای اتصال کابل ها استفاده میشه. یه سری قطعات ویژه داره محل تقاطع کابل ها، چون این کابل ها نباید مسیر نیروشون تغییر پیدا کنه و باید در کشش بشن. بعضا یه سری قطعاتی داریم در نقطه های خاص که این کابل از میانه این کابل عبور میکنه، یه قطعه واسطه که یه حفره داره. این سیستم که الان شما میبینید سیستم خرپای کابل را به شکل
خلقای فیش هم بهش میگن چون شبیه یک ماهی هستش که در پروژه ایران مار هم از همین سیستم استفاده شده که این خلقا رو شما میبینید. این سکشن افقی یا پلان هست که برای این ورودی های ایران مار استفاده شده. سوال دارم آیا جلسه آینده استعدادها مفصلا بحث میشه راجبشون اگر اجازه بدید، چون که پرسن برای سخت استعداد از چه رو شیشه ای بهتر هست استفاده کنیم، آیا دو جداره جایز هست؟ واجب بودن راستش اینه که شیشه باید لامینیت باشه، حتما باید شیشه لامینیت باشه و نمیتونید شیشه تمام سکوید یا نیمه سکوید شیشه خام تک استفاده کنید، حتما و الزاما شیشه اسکالت باید لامینیت باشه به خاطر مسائل ایمنی، ولی شما میتونید یه شیشه دو جداره کار کنید، دو جداره چند لایه میتونید کار کنید و حالا سیستم های مختلف دو جدار بودنش کمک میکنه که جلوی معیان رو پای حدی بگیره. حالا مهندس رو اسکالر توضیح میدم، بعد اونجا توضیح میدم در خصوص معیانی که ممکنه به خاطر تبادل درجه دمایی اتفاق بیفته، اونجا خدمتون توضیح میدم. خب تصویرهایی از نما و اسکالرایت های ورودی های ایران ها، خب اینا دیگه واقعا مهندسی خاص میخواد، پنجه های خاص هم اینجا استفاده شده. توی این پروژه این عباد پلک شیشهی که میبینید 160 در فکر میکنم 160 هست. پنجه هایی که اینجا استفاده شده یه پنجه اچکله، به خاطر اینکه یه فشار مکش جدی به این سطح شیشه وارد میشه، این پنجه اچک پنجه هستش که فاصله بین سوراخ های پنجه نگه دارنده موتورش بیشتر شده. این پنجه پنجه ایچه، اینجا پنجه رو عمودی کار کردن که بتونن فاصله بیشتری بگیرن. حالا نمیدونم این پنجه کاستوم شد یا نه، ولی تو محاسبات اولیه که ما بهشون پیشنهاد کردیم الزاما باید این پنجه کاستوم میشه، فاصله این سوراخ تا این سوراخ نزدیک به یک متر میشه. خب این پنجه رو میبینید، فقط باید این سوراخ‌های این پنجه متناسب با شرایط پروژه و نگه داشتن نمونه شیشه‌ای مجدداً کنترل و طراحی میشن. شیشه‌ای که اینجا کار شده همون شیشه‌ای بود که تو جلسه دوره جلسات قبلی که برای شیشه صحبت میکردیم بارگذاری شد دیدیم، همون که بارگذاری شد به حدود 8 سانتی متر خیس پیدا کرد و شیشه نشکست، فقط از نقطه های اتصالیش قسمت های کانکتور های اتصالیش یه مقدار حباب به وجود اومد در محل اتصال پیدی می کن. شیشه اسکایلایت همین حدودی ها قسمت یه داره برمیگرده یه 4 پوینت جواب نمیداد و مجبور شدیم سیستم رو به سمت 6 پوینت پیش ببریم و 6 تا سوراخ برای شیشه ها تعریف بکنیم که اینجا شما تو این تصویر میبینید تعداد سوراخ ها 6 عدد شده به خاطر بار برفی که روش می اومد، مکشی که روی سطح شیشه اتفاق می افتاد به خاطر جریان باد و مثلا به چه صورت انجام میشه و تصویر مربوط کی هست؟ مثلا سازه اینا مناسبه بکنه که با شیش پنجه باشه یا مثلا استانداردهایی داره یا نرم افزاری داره؟ اینا دیگه این دکتر خیلی سیستم های خاصی میشه و مشاوره های خاصی رو میطلبن، هر کسی واقعا نمیتونه این سیستم ها رو محاسبه و طراحی بکنه. ما برای یک سازه کابلی که طراحی کردیم تنها یک نفر رو پیدا کردیم توی ایران، فاضلش رو فراموش کردم، همون شخصی که پل کابلی امام حسین مشهد رو طراحی کرده، تنها ایشون رو تونستیم پیدا بکنیم که توی این حوزه کار کرده باشه. بنده مواظبات خیلی خاصی میخواد، هر دکتر بیشتر میکنم اشارهشون به بخص شیشه بود، خود بارگذاری شیشه بعد این رو باید محاسبه کنیم با فاینل متر دکتر، مثلا متریال دیگه که شما تو سخت بخواهیم یا هر جای کار کنیم خود اون متریال رو محاسبه میکنیم، این هم باید مدل سازی کنیم، مثلا شیشه ممکنه دو لایه باشه، سه لایه باشه یا بیشتر و این دو یا سه لایه مثل یک متریال کامپوزیته، چون مثلا دو تا لایه پایینی لامینیت شده با هم دیگه و بعد دو جلوه شده با چسب استراکچر
لایه بیرونی. حالا لایه بیرونی هم میتونه ترک دو باشه. یه کامپوزیت داره میسازه دیگه، مثلا ضخامت 4 سانت 5 سانت یا بیشتر کمتره. خود اینو میشه تو نرم افزار در واقع تحلیل اجزای محدود آنالیز کرد و البته مشکل اینجاست که خوب جواب نمیده، یعنی اینقدر کامپلیکیتده که اون مدل شما دقیق جواب نمیده. به خاطر که ما تو این پروژه میایم اون نمونه ها رو در واقع میسازیم، به معنای تحلیل اجزای محدود میایم یک در واقع به یک اعدادی میرسیم، ولی حتما تو واقعیت هم کنترلش میکنیم، بزرگترین رو در واقع طراحی میکنیم و میسازیم یه نمونه بارگذاری میکنیم، بعد خیزش رو با خیز مدل کنترل میکنیم که مدلمون رو ولیدیت کنیم بدونیم در واقع اشتباهی نکرده باشیم، چون بسته به جنس شیشه اینها نمیشه حساب کرد که نرم افزار حتما مخواد، چون شیشه متریالش ذاتا مثل نیختگی میمونه، ممکنه حباب داشته باشه بسته به کارخونه تولیدی شو اتفاقای شیمیایی خاصی توش افتاده باشه. اما هندس مثلا گفتم که میکروفونشون جا به جا کنم، صدای من از اینجا میشه بیشتر از صدای ما رو کنید. آره صدای من سکوت نیست، چون بکنم خیلی سخت میکنم. نه من اینجا میدهی سر که میگم صدای شما شما رو من درست هم بس بخواهم این شده بکنم جاعت بزنیم ایدادو من به مردم سبشون چه جدیم تا سده من بیارم خیلی جاعت خب میخواهم این سپسش کنیم این شده جاعت میشه یک درست سده من بیارم سده شما سده من زنیم که خوشم این کفر من درست کنیم من بدون استفاده شما مرسی مرسی همین تو پاکت که این صدا از کجا بزنید؟ همین سوال مهمی از این فایل هم بعد داشته میشه. از این اون فوتو واسه کنم. نه آقا. فرمه این بودیم. دسته. صدا میگه؟ آره ما صدا که از خود اون گوشی پخش میشه خیلی بهتر از میکروفونه. یعنی اون دفعه که قطع کردی یه دفعه صحبت کردی صدا خیلی بهتر از این. حالا چطور است؟ پر صدای من میگم؟ یه بار این صحبت کنم. صدای من میگم؟ صدای ما از سعید بهتر داره. صدای من؟ آره. شما نه میکنی صدا نمیدید، شما میکروفونتون رو شما بلند صحبت کنید، من صدا میاد؟ آره بزر بگم من بزر بگم بزر خواهم به همه من یه بار از این سیستم میکروفون خواهشم برای دارم شما یه لحظه هم آقا ما از سعید هم همون زیاد بلند صحبت نکرم این صدا ایشون بازه کرده. آقا خب سوال جسته در کجا میاد؟ شاید از این مبادله داریم. آره من احساس کنم میکروفون موبایل داره. خب بذاریم. الان گفتن که صدا خوبه. الان صدا خوبه؟ نه، الان چون در داریم. خب، این گزارشی که براتون باز کردم مربوط میشه به محاسبات مکانیکی آنالیز اجزای محدود شیشه اسکایلایت کارشروع ایران ما. این همکاران من در بخش انرژی و تحلیل و محاسباتی رو انجام دادم با استفاده از نرم افزار کامسول، یک نرم افزار مولتی فیزیک که میتونه چندین فیزیک رو همزمان با هم شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بکنه. توی این شبیه سازی خب ما اول باید جیومتری رو مشخص بکنیم. چی شد؟ هر چون صحبت کنیم، ما اول باید جیومتری رو مشخص کنیم، مشخصات فنی متریالمون رو بدیم، لایه به لایه این موارد رو تعریف بکنیم. اینجایی که الان می‌بینید مرحله به مرحله داره مشخصات متریال‌ها تعریف میشه. مثلا اینجایی که الان تعریف کرده اینجا نوشته سیلیکونی هستش که پیرامون این شیشه مثلثی داشتیم، مشخصات فنی چسب سیلیکونی تعریف شده،
اینجا شیشه تعریف شده به عنوان یکی دیگه از متریال های اصلی، فرمول های محاسباتی که برای این محاسبات وجود داره و در نظر گرفته شده، و توی آنالیز های اجزای محدود یک شبکه مشبندی اتفاق میفته مشابه تصویری که میبینید. اون فرمول های محاسباتی روی تمام این مثلثایی که ریز شده اینجا اتفاق میفته، گزارش تحلیلی این شبیه سازی در میاد و در نهایت مشخص میشه که چه نوع ساختار شیشه ای برای این سیستم مناسبه با توجه به جابجایی ها و تغییر شکل هایی که پیش اومده مثل این نمودار، یا میزان تنش لایه به لایه شیشه ها که مشابه تصویر این تصویر معرفی و مشخص شده که میزان تنش ها چقدره. اینها رو ما با مشخصات مکانیکی شیشه لمنیل، شیشه سکوریت، شیشه نیمه سکوریت مقایسه میکنیم و اگر پاسخ خوب باشه این ساختار شیشه که پیشنهاد دارید رو برای حالا هر نمای یا پوسته شیشه ای که مد نظرمون هست ارائه میدید. هم از میکنید شما اسلاید رو خب اینجا اگر دقت کنید شیشه‌ای که توی اسکایلایت کار شده بود تو برگشت این نامه شیشه که این بالا شیشه ها یه چاپ دات هم دارن که ما بتونیم میزان نور وارد شده توی فضا رو کنترل کنیم و جلوگیری کنیم از خیرگی. شیشه‌ای که اینجا کار شده یه شیشه های پرفورمنس از نوع استاپ اسمارت 5133 کارخونه LGC هست با یوبدی ایدئال 1.1 و اسپیسر وارم اچ که یوبدی این شیشه رو رو عدد 1 نگه داشته. در واقع اسپایدر میتونه روی به شیشه هم این هاپ بشه که این سازه شیشه نگهدارنده رو به نام فین میشناسن و به نام سازه فین گلاس معرفی میکنم. مثل این تصویری که میبینید یک شیشه نگه دارنده یه نمایی شیشه این هست نمیشت بقید چطوری این شیشه تکون میباره مهم فکر نکنم از این هست همشه به لپتاپ هست میدونه و به موبایل هست کردیم و مثلا بسوزه بعد مردم هستش کنم برای اینکه خوبا بس که جون بسه میدونه برو برو بیاد برو آرنج سلام نمیاد دریچه که ما به صحبت توی سیستم فینگرلس خود شیشه ستون سازه نگه دارنده میشه. قطعات مثل سیستم اسپایدر کابل و راد خیلی متفاوت میشن، تنوع پیدا میکنن. قطعات کلمپ های اتصال داریم که شیشه به شیشه رو متصل میکنه، چون میدونید که ما محدودیت ابعادی تولید شیشه داریم. همونجور که جلسات قبلی خدمتون گفتم شیشه لامینیت میتونه در ابعاد 2.70 در 6 متر شیشه سکوریت لامینیت داشته باشیم. شیشه های فیلم معمولا با عرضهای 30, 35, 40 دسته به اندازه محاسباتی طراحی میشن، میتونن ابعاد بزرگتری هم داشته باشن، میتونن فرم بگیرن. ترجیح اینه که در نماهای شیشه فینگرلس برای جلوگیری از تنش ها یه سری فیلت هایی رو به وجود بیاریم و البته این ها میتونه نمایه معماری هم داشته باشه مثل این تصویری که میبینید. شیشه های فینگرلنس چرا؟ پنجه هایی که شما برای سیستم فینگرلنس میتونید استفاده بکنید الزاماً مثل این ثابت نیستن، میتونن سری پنجه های کار باشن که سرتون میچرخه و شما میتونید
یک فرم قوسی شکل رو هم حتی با سیستم فینگرپرینت داشته باشه. هیچ محدودیتی تو این سیستم ها نداره. من فایل رو باز میکنم، شما از نزدیک پنجمهاشو ببینید توی کاتالوگ. ولی قطعات دیگه‌ای به سیستم اضافه میشه. این شاهکار سیستم فینگرپرینت هست که شما قطعا دیدین یا اپدستور. یه باکس تمام شیشه‌ای و تمام المان‌هایی که اینجا وجود داره شیشه است. حتی تیغه‌های فین در قسمت نگهدارنده پوشانه سقف هم استفاده شده، در جدارها هم استفاده شده. یه سری قطعات ویژه اینجا شکل می‌گیره، مثل این کلمپ خاصی که الان داریم می‌بینید. این کلمپ قسمتی هستش که شیشه بین این دوتا قرار می‌گیره. خیلی خیلی جزئیات زیادی داره این سیستم‌ها. به خاطر پروسه تولید شیشه ها بعضا ممکنه سوراخ های شیشه نسبت به هم پله داشته باشن. شما تو این سیستم ها باید دقت کنید، ببینید که کارخونه شیشه تون با چه دقتی تولید میکنه. پیچ های اتصالی مخصوص داره، حالا این قطعه میگم ببینید. یه بوش تفلون ویژه داره برای اینکه از اتصال مستقیم قطعات فلزی به لبه های شیشه جلوگیری کنه و شیشه نشکنه. این بین شما باید چسبای مخصوص بزنید، یه سری چسبای ویژه وجود داره که ممکنه برند با برند فرق کنه و شیشه این بین قرار میگیره و عملا این سر بالای سیستم قرار میگیره که شیشه بتونه ازش هنگ بشه. این قطعه کنار نباید در سر پایین کار بشه و به خاطر نباید در سر بالا سر پایین کار بشه، به خاطر اینکه بتونیم شیشه رو هنگ کنیم و از کمبنش شیشه فین جلوگیری کنیم. سر بالای سیستم های فینگلس از همچین کلمپ مخصوصی استفاده میشه. همونجور که میبینید یه سوراخ لوبیا داره برخلاف کلمپ قبلی که دیدیم، به خاطر اینه که هم بتونه خیز طبقات رو در رفتار خیز طبقات رو کنترل بکنه، هم بحث خطاهای اجرایی رو داشته باشه. خیلی چیز نیست بدی به بچه ها ببینم بدی به دوستان این هم قطعه مخصوصی هستش که برای اتصال شیشه به شیشه استفاده میشه، برای زمانهایی که ما یک شیشه مثلا 8 متری داریم و نمیتونیم همچین شیشه ای رو یه پارچه تولید کنیم. قطعات مخصوص داره که شیشه رو به شیشه بس میکنن. من همچین قطعه رو توصیه نمیکنم استفاده کنیم. از کاتالوگ های قبلی کیندای همچین قطعه پیشنهاد شده، شاید برای نماهای داخلی مناسب باشه، ولی بهتر برای نماهای اسپایدر خارجی قطعاتی مشابه این سیستم ها استفاده بشه. حالت این نقطه اتصالیه، حالت هایی هستش که این قطعه اتصالی نداریم و میخواییم شیشه رو به شیشه بس کنیم. یک صفحه استیل طراحی میشه و اون صفحه استیل میخواد از بین شیشه ها پیچ های اتصالی عبور کنه و بتونیم شیشه رو به شیشه بعدی متصل کنیم. این پنجه مخصوص سیستم های فینگرلس هست. یک لاستیک سخت داره که این بین قرار میگیره، باز از تماس مستقیم باید جلوگیری کنه. پیچ های مخصوص داره، همونجور که میبینید دو طرف مهره بسته است. یه بوش تفلون داره که این بوش تفلون بر اساس ضخامت شیشه فینگلسمون تعریف میشه. ممکنه بوش تفلون بزرگتری رو نیاز داشته باشیم. حتما باید به تولرانس های پروسه های تولید شیشه توجه هم داشته باشیم، چون ممکنه ابعاد واقعی شیشه اتفاق نیفته و ابعاد اسمی شیشه اتفاق نیفته و توی ابعاد واقعی این ضخامت ها کمی کمتر یا حتی بیشتر باشه. خب باید به این موضوعات زمان سفارش قطعاتمون توجه کنیم. این پروژه البان هست، یک ساختمان تجاری اداری در مشهد. همچنین که می‌بینید یه تیغه فینگرلس داره. این مال این کار سال آلتون نه، پروژه آلتون توی بلوار معلم توی مشهد. خب من ساخت سال اجراسو نمیدم سال 91 92 اجرا شده و همون قطعاتی که دیدین کلمپ ها در قسمت پایین و در قسمت بالا کار شده. قطعه اتصالی که شیشه رو به شیشه میدوزه. این قطعه برای مثلا نماهایی که شیشه ها کوچیک هستن یا در
طبقات پایین‌تر هستیم که فشار مکش های بار زیاد نیستن، میتونه استفاده بشه، ولی الان کیندل تو کاتالوگش خیلی دیگه توصیه استفاده از این سیستم رو نداره و آپدیت کرده سیستمش. نه فرقی نمی کنه، میتونه یه مقطع استوانه ای هم داشته باشه. اون چیزی که ما الان برای یکی از پروژه تهران هم سفارش دادیم و قطعه یه دستمون رسیده، هم سر بالا هم سر پایین کلمپ اتصال، پیش اتصالیشون استوانه ای شکل هستش. شاید من میسیم برای این بوده که میخواسته مامان برداره دیگه، میخواسته تیغه مامان رو برداره، چون اگر بتونه کاملا من بیاد فرمی کنم داری باشه. سیستم هایی هستن که میخواد سیستم مفصلی مفصل رو وجود بیارن، نباید مومان رو انتقال بدن، مفصل حالا مومان رو انتقال نمیده. همین داری خیلی فرق نمیده باید شد بحث زیبایی داشته یا بحث یک تکنیک تولیدش رو نداشتن، شاید یه چیز اینجوری بوده، ولی الان تو کاتالوگ جدیدشون هم اون قطعه اتصالی رو با یک قطعه استوانه‌ای جایگزین کرد، چون تو سفارش قطعه اتصال اون پلیت واسطی که میتونه فولاد یا استیل باشه شما محدودیت پیدا میکنید دیگه، مجبورید اون رو هم مربعی سفارش بدید، ولی الان دیگه اون رو تغییر داده. شاید میخواسته شاید کنست مثلا بار سگنین داره تحمل میکنه پهنای بیشتری بود، احتمال همچین نگاه هایی هم باشه تو خب جزئیات دقیق‌تری از همین پروژه روی پنجه‌ای که استفاده شده، کلمپ اتصال در سر پایین، کلمپ اتصال در سر بالا، شیشه‌ای که اینجا به عنوان شیشه فیلم هست و به شکل مربع هم معمار پروژه درخواست کرده که این نمای اسلایدری رو داشته باشه. یکی از موضوعاتی که من اول بحث گفتم به عنوان معایب سیستم اسلایدری بحث بازسو هست. بازسو طراحی کردن در این سیستم نشدنی نیست، ولی قطعات ویژه‌ای نیاز داره، مثل این تصویری که دارید می‌بینید، قطعاتی که برای دستگیره‌ها مجبورن توی شیر برای شیشه به وجود بیارن، سوراخ‌کاری‌های اضافی، سوراخ‌هایی که اینجا به وجود آوردن برای یرقالتی که توی این پنجره بازسوی کلنگی استفاده شده، و سیستمی که برای اتصال آویز کمکی توی این سیستم دیده شده که اونجا یه قطعه داری من قطعه من تو بیارم ببینیم. صدا میدونم؟ بله. مشابه این قطعه، قطعه هستش که اینجا استفاده شده، این قطعات رو شما میتونید فکس هم بکنید، ولی همونجا که الان میبینید این قطعه برای اتصال دو تا شیشه است که اون قطعا در ویترین ها استفاده میشه که میخواییم ظریف‌تر باشه یا در فضاهای داخلی ممکن است همچین قطعه استفاده بشه، یا هم برای سیستمی مثل بازسوی که الان دارید می‌بینید می‌تونید از قطعات کمکی شرکت‌های تامین کننده استفاده کنید. خب همونجوری که یک نمونه خیلی اشتباه در سیستم مهندسی نمای اسپایدر دیدیم، من یک نمونه اشتباهی دیگه هم خدمتتون نشون بدم در یک پروژه خیلی خاص و منحصر به فرد که دیتیل های فوق العاده عالی کار شده، یک سیستم اشتباهی هم کار شده به خاطر مهندسی غلط توی این جور سیستم ها. من همچون که خدمت رو گفتم واقعا این سیستم های کم نگاه های خاصی نیاز دارن و باید دقت کنیم توی طراحی، توی مهندسی و توی نظارت و اجرا، و باید به شکل یک سیستم یک پارچه بهشون توجه بشه. یه اسکایلایت داریم که یک فرم قوسی شکل داره و یک طول زیاد، حالا من عدد طولش خاطر هم نیست که خدمتتون بگم، به شکل یک قطعه‌ای از استوانه تصور کنید، سطح شیشه ای. در طراحی هم، در کانسپت طراحی هم این سیستم مشکل داره، چون وقتی شیشه رو استفاده میکنید و توی یک قوس قرار میدید حالا باعث انعکاس صوتی میشه که توی اون محوطه وجود داره و این صوت آزاردهنده میشه. اینجا محوطه‌ای هستش که در واقع محوطه ترکیبی یه بخشی از یه بازار بزرگ هست و افرادی که دارن از این زیر حرکت میکنن به خاطر سر و صدایی که دارن، این باعث میشه که این صوت
به این سطح شیشه برخورد کنه و برگرده و عملا یه مشکل مضاعف برای این سیستم به لحاظ آسایش صوتی به وجود میاره که اگر سازه‌ای که پشت این سیستم کار شده رو داخل قرار میدادن، خود سازه میتونست به عنوان یک عامل کمک کننده به سیستم باشه و این صوت رو انکسار بده و از جلوگیری کنه از پدیده تشدیدی که اتفاق میفته. یکی از مشکلات این سیستم، حالا غیر از بحث های طراحیش که بهتر بود یه نگاه منحصر به فرد و یک پارچه اتفاق میفتاد، مشکل مهندسی نگهداری این شیشه است. این شیشه رو با ابعاد حدود 2 متر در 3 متر نزدیک به ابعاد جام استاندارد شیشه با 4 پوینت و با یک پنجه 200 نگه داشتم. تازه سری پنجه ای رو استفاده کردم که معمولا در نما استفاده میشه و سری پنجه ای نیستش که بیاین شما در اسکایلایت ها استفاده کنید. یعنی خطاهای مهندسی از بیس طراحی تا مسائل فنی که پیشنهاد شده توی این سیستم وجود داره. از این پنجه اومدن شیشه رو آویز کردم. خب بولتی که اینجا وجود داره عملکرد خوبی پیدا میکنه به خاطر اینکه من دارم از ظرفیت کششی اون بولت هم استفاده میکنم، ولی موضوعی که وجود داره همونطور که دیدیم روتل توسط دوتا واشر داره به پنجه متصل میشه، یعنی تمام این نیروها رو میخواد دوتا واشر تحمل کنه. چه نیروهایی؟ وزن شیشه، بار برفی که روش میاد و حالا فشار مکش های مختلف که ممکن روی این اسکایلایت شیشه وجود داشته باشه. و یه اشتباه دیگه اینه که میخواییم با کمک دو تا واشر این سیستم رو نگه داریم و در عین حال مسیر انتقال نیرو رو توجه کنیم. وزنی که اینجا وجود داره روی سطح شیشه میاد، میده به روتر، روتر میده به پنجه، پنجه میده به پیچ هایی که اینجا وجود داره و این پیچ ها میدن به یه قطعه اتصالی که همونجا که میدید یک سوراخ لوبیای در جهت وزنی داره که عملا شما طبق این نامه ها مجاز نیستین در جهت بار سوراخ لوبیا داشته باشین، حالا چه میخواد بار باد باشه چه میخواد نیروی سیکلی باشه همچین اجازه نداریم، مگر اینکه که بدین سراغ طراحی استکاکی اتصالاتتون که خودش باز خیلی خیلی کارو خاص میکنه، حتما باید تورک بشه و پیچ ها به اون طوری که مشخصشون برسن. پس یه مشکل دیگه هم تو مسیر انتقال نیروهاست که خیلی سیستم رو درست طراحی نکرده درست. یه مشکل بزرگ این پروژه هم اینه که شیشه رو درست طراحی نکردم. شیشه یک شیشه دوجه داره است با 5 لایه شیشه و یه اشتباه طراحی اتفاق افتاده که ناشی از اشتباه در فهم استانداردهای اروپایی. استانداردی که برای طراحی این شیشه استفاده شده استاندارد دین آلمان، دین آلمان یک ضابطه داره که مشخص کرده شیشه هایی که افراد میخوان روی اون حرکت بکنن الزاما باید 3 لایه لامینیت داشته باشه. خب این استاندارد درسته، ما باید این موضوع رو رعایت کنیم، البته بسته به اینکه چه وزنی روی شیشه میاد ممکن این 3 لایه بیشتر هم بشه. مثلا ما یه پروژه داریم که الان داریم روی مهندسیش با بچه‌ها و همکارانمون کار می‌کنیم، یه استخر شیشه‌ایه که یه وزن جدی از بار آب میخواد روی اون شیشه ها بیاد و عملا ما رو به سمت و سوی پیش برده که 6 لایه شیشه 10 میلی متری داریم استفاده میکنیم. خب اینجا یک استدلال اشتباه برای یه بند تخصصی در طراحی مهندسی وجود داره که شیشه که افراد میخواد روی اون شیشه حرکت بکنه الزاما باید 3 لایه باشه. این بند درسته ولی برای این شیشه ما صدق نمیکنه، چون تنها کسی که ممکن به این شیشه راه بره یک نفری هستش که برای تمیز کردن ممکن حرکت کنه و برای عموم طراحی نشده و این شیشه میتونست با یک به جای اینکه با همچین وزنی طراحی بشه یک شیشه دوجه داره و 3 لایه باشه. یک شیشه تمام سکوریت مثلا فرض کنید 10 یا 8 درجه داره خارجی کار بشه و 2 تا لایه شیشه درجه داره داخلی لامینیت کار بشه. مشکل بعدی اینه که این شیشه رو با 4 تا نقطه داریم نگه میداریم، اونم از نوع پنجه های 20 که الزام میکنه سوراخ شیشه نسبت به لبه شیشه 10 سانتی متر باشه. تازه این 10 سانتی متر هم اتفاق نمیفته چون شما 2 سانتی متر هم درز ما بین شیشه ها رو داریم و عدد طراحی شیشه که کافی شیشه تولید میکنه میشه 9 سانتی متر. وقتی این شیشه رو اجرا کردن شیشه تحت وزن خودش
در یه بازه زمانی یک هفته و دو هفته همچین چیزی پیدا کرد. و یه موضوع خیلی نگران کننده در پروژه پیش اومد به خاطر مهندسی اشتباه، به خاطر عدم کنترل دقیق این سیستم ها که باعث شد یک سری کار اضافه بشه و با یک سیستم دیگه که در ادامه توضیح میدم شیشه رو از میانه بگیرن که این سیستم رو به نام کلمپ میشناسن. که انگار فرض کنید من شیشه رو دارم توسط یه قطعه جانبی مهار میکنم و از لبه ها میگیرم. حالا این کلمپ که الان نشون میدم کلمپی که اینجا استفاده شده نیست، کلمپی که همکارانه من در پروژه نمای نظام مهندسی خواستان وزنی کار کردم، ولی کلمپی که اینجا استفاده شده یه پهنای بیشتر داره که همون رو هم باز متاسفانه با یک سیستم عجولانه تصمیم گیری شد و باز هم درست طراحی نشد. حالا مشکلی که این سیستم وجود داره اینه که به خاطر اینکه در یک سیستم شما اجازه انعطاف دادید، سیستم داره شیشه حرکت میکنه در زمان لرزه و در یه حالت دیگه شما شیشه رو فیکس گرفتین، در سیستم کلمپ شما شیشه رو فیکس گرفتین و چون راد استفاده کردید، ببخشید من اصلاح کنم، اینجا راد استفاده شده، عملا دارید شما دارید شیشه رو از یه نقطه میگیرین، از یه جا هم دارید اجازه بازی بهش میدین و این دو تا سیستم باعث شده که بعضا خیلی از شیشه‌هایی که تو این پروسه قبل از هنوز دوره بهره برداری باز بشکنن، ترک بخورن و دوباره مجبور به سفارش گذاری بشن. اونم شیشه با همچین ضخامتی و همچین ساختاری که شیشه اکسترا کلیر کار شده، شیشه خیلی خیلی شفاف، عملا خیلی از شیشه ها بشکنن که در نهایت کارفرما مجبور شد که این سیستم رو زیرش رو بپوشونه و عملا زیرش کلی آجر کار کردن، آجر از تو سیم درد کردن، هم بحث صدا بتونن حل کنن، هم در واقع کسی نبینه نوار داست مستار باز اون بنده خدایی بود که فوش خود پیازم خود کتکم خود این پروژه تو این بخششه. و حالا من مثالی که معمولا میزنم مثال تو دعواز قدیم ها موقعی که جنگ میکردن این پهلوان ها تو داستان رستم و سهراب اینا که داستان شاهنامه رو خونده باشید میامدن برای هم رجز میخوندن که ساختار ذهنی طرف مقابلشون رو به هم بزنن دیگه. این تهدید میکرد من چجوری پوستتون میکردم، اونم تهدید میکرد ساعتی که بریدم باش چیکار میکنم. بعضی از پیماکار هم یک شکل نه طبعا همه نه، ولی بعضی ها یه شکلی که دارن این که قبل پروژه که میاد اول میزنن همون طرح معمار و محاسب و در واقع حالا مهندس نما اگه بوده یا معمار اگه چیزی طراحی کردی میانی از مثلا نصفش میکنن، همون مثلا که دکتر برای کامپوزیت کار زدن یا نه حالا این هست خوبه ولی این تیپی کار ما هم یک تهی زده این هم یه نگاه رو کنم. معمولا هدف اینه که ساختار ذهنی کارفرما آنچنان به هم بریزه که تمام اون فکری که حالا معمار پروژه یا در واقع مشابه نمای پروژه اگر احیانا وجود داشته ظرف مثلا پروسه 3-4 ماه قبل کرده به سرانجام رسونده، همه جوانب کار رو دیده و به نتیجه رسیدن، سرش این به هم بریزه و تو پروسه یه هفته ده روزه هول هولکی بخواد تصمیم جدیدی بگیرن و تو این تصمیم سازی قطعا با پیمانکار دیگه اون ذهنیت که داره عملی میکنه، کالایی که تو انبارش هم میخواد بفروشه و اون اهدافش برسه. اینو بعد کارفرما یا اگه جای ناظر بودین تو ذهنتون داشته باشید که خب پیشنهادهای پیمانکار باید گرفت. این قطعا ما هممون عالم به غیب نیستیم و دانای عالم نیستیم که پیشنهادهای بهتری باشه و بعد یکم با شک و تردید در واقع به این داستان نگاه کنیم. به قول آقای دکتر جواتی هندسه اگه بستیم دیگه بهش دست نزنیم، طراحی هم وقتی رفتیم نظر همه گرفتیم و جمع بندی کردیم دیگه همون رو بهم اجرا کنیم، چون این پروژه در واقع طراحی شما انجام داده بودیم، این طبق طراحی اولی اگه میرفتن جلو مشکل نمی خوردن. پیشنهادات طراحی بود پیشنهادات بعد از اون پروسه ما کنار گذاشته شدیم، یک سیستم یه پیمانکاری تصمیماتی گرفت با کارفرما و مشاوره طراحی معمولا به خاطر پروسه زمانی میشه. این اشتباه اینجا دارین اون صورت لوبیا رو میبینید که اول کمکی به سیستم نکرده دیگه، اون کلا یه وزن خودش رو انداخته و هنگ شده سیستم. سیستم بعدی که برای نماهای نقطه‌ای وجود داره سیستم کلمپ هست. شیشه رو ما میاییم از کنج‌هاش یا از میانه‌هاش میگیریم، میتونه سیستم کیبل نت به این سیستم الحاق بشه
یا سیستم های مختلف رو داشته باشه، حتی میتونه روتر های مخصوص داشته باشه و توسط روتر های مخصوص کلم رو بگیریم. مزایای این سیستم اینه که ما نیاز به سوراخ‌کاری شیشه نداریم، عملا یه پروسه سوراخ‌کاری هست میشه و هزینه شیشه کمتر میشه. ما میتونیم مشابه همون سیستمی که برای اسپایدر داشتیم با روش های مختلف کاپ، سازهای فولادی و حتی سیستم های فینگرلس، سیستم کلمپ رو اجرایی کنیم. سادگی خوبی داره و عملا قطعات خیلی ظریفی رو شما میبینید، ولی معایبش اینه که برای شیشه های بزرگ استفاده نمیشه و یعنی که تعداد کلمپ ها رو تغییر بدیم و افزایش بدیم و باید بر اساس محاسبات این تصمیم گیری ها اتفاق بیفته. برای ساختمان های بلند مرتبه هم توصیه نمیشه چون فشار مکش های باد زیاده و اون همپوشانی کافی رو ممکنه کلمپتون با لبه های شیشه نداشته باشه و باعث شکست شیشه یا جدا شدن یا خالد شدن شیشه از پوسته شفاف لبه باشه. کلمپ های مختلف داریم، همونطور که گفتم مثلا این کلمپ هایی هستن که دارن لبه شیشه رو میگیرن با روتل های مخصوص، نمونه اش رو دارم داشتم خدمتون بیارم، یا حتی کلمپ هایی که در خود استفاده میشن، یا حتی همچین کلمپ هایی که شیشه در جوانبش قرار میگیره و شما میتونید شیشه رو بگیرین. اینها هم مهندسی های خاصی نیاز داره و نمیتونیم توی سفارش گذاری ها خیلی ساده انگارن ازشون حرکت کنیم و پیش بریم. باید برای اینکه کلمپمون در کنجها قرار گرفته، در میانه قرار گرفته و چهار طرف شیشه داره، یا فرض کنید در جداره های طرفین قرار گرفته که دو پلک شیشه رو میخواد بگیره، یا در قسمت پایین قرار داره، نوع کلمپمون رو تعیین کنیم و مشخص کنیم و محاسبات کنیم که باز چه کلمپی استفاده میکنیم، چون تمام باری که به این سیستم میاد غیر از قطعات اتصال ببینیم پیچ های اتصالی اتفاق میفته که کلمپ شماره 4 چطوری متصل شده؟ من از شیشه سوراخ میشه؟ نه، اینا شکل نمایشیه. شیشه سوراخ نمیشه. کلمپ شماره 4 چجوری متصل میشه؟ آخه ما این مشکل داشتیم. ما دقیقا همین مدل کلمپ رو توی مشهد خیلی سال پیش، صحبت سال 82 شاید باشه، توی پروژه کار کردیم، چون کلمپی ویژگی دیگه داره که هست نداره. چرا گفتیم که شیشه نباید سوراخ باشه و کار کنه شیشه تا همین چندی پیش، تا شاید 6 7 سال پیش با ایجاد سوراخ تو شیشه دو جدار مشکل داشتن. لذا شیشه هایی که دو جدار می‌خواستیم باشه و یو ولی خوبی داشته باشه نمی‌تونست اسپایدر معمولی بشه. تو ایران توانش نبود. لذا برای پروژه اوتل بوین تو پام سوراخ این رو کلاه انداختیم. بعد چیزی که تو طراحی شاید اول ندیده بودیم و در واقع نمی‌شد اون زمان چون طراحی بسته نبود، به این سوالش همین اسم در واقع کلمپ های پایین اینها بود که بعد مجبور شدیم با تراشکاری در واقع انواع مختلف کلمپ رو ایجاد کنیم، یعنی بیاییم اون لایه های داخلی کلمپ رو تراشکاری کنیم که بتونیم کلمپ مدل یک رو به کلمپ مدل در واقع دو و سه و چهار تبدیل کنیم. خب و اینا رو این تصاویر رو ببینید، سیستم پنجه اسپایدر ولی از نوع نگهدارنده کلمپ که از بغل داریم شیشه رو نگه میداریم و میگیریم. خب میتونیم همچه که گفتم شما محدودیت تنوع فرم نداریم و میتونیم فرم های مختلف رو داشته باشیم و باز سیستم های خیلی خیلی زیبا و شکیل‌تر نسبت به سیستم هایی که برای کردنبال ها استفاده میشه. و آخرین سیستم هم سیستم های فیکس فورمز خیلی برای اینجا که آبند نکرده من چون بعضی نماها دو پوسته هست و ما میخواییم که تبادل هوا رخ بده، توی این عکسی که اینجا میدید که آبند نکرده درز بازه، ولی که کلمپ کلا سیستم اینه، شما کلمپ رو میذارید چسب تا 20 سانتیش میارید، دوباره کلمپ رو خشک شد باز میکنید، اون درز رو چسب تحقیل میکنید و بعد کلمپ رو میبندید. سیستم کلمپ معمولا درز بندی مثل حالت که اعتماد که تیکایی از پرشه پده تو دور تا دور کار میکنه موقع تو کلمپ هم میکنه. از ما خوشحال بودم این وسط اسلاید بوده که معمولا جمع میکنیم و اون درش رو کرد.
باید باز کردی. خب پس باید شهر دستاب کنم. شهر دستاب کنم. خاموش کنم. یه استری دیگه داره سرده باز کرد. خب این دیتیل اتصال کلمپ اون حالتی که شما صحبت کردن کلمپش یکم ممکنه متفاوت بشه، البته بسته به برندهای مختلف میتونه نوعهای مختلف داشته باشه. اینجا هم کلمپی هستش که با سیستم سازه نگهداری نوبان به عنوان یکی از سیستم های اصلی که برای فری فرم ها استفاده میشه، چون نودهای اتصالیش خیلی خاص و ویژه میشه و به ما این امکان میده که ما بتونیم فری فرم های ویژه رو داشته باشیم. توی این حالت ها توی سیستم فری فرم معمولا از این سیستم های کلمپ استفاده میکنیم که این پیشنهاد رو ما در پروژه ایران مال هم داریم، ولی مشابه همون روش های عمومی که در نماهای اسپایدر استفاده میشه یا اسکایلایت های اسپایدر چسب بندی میشه، یه فرم های مخصوص هم حتی میتونه داشته باشه که بین ازدخانات شیشه ها قرار بگیره و بتونه آب بندی رو تکمیل بکنه. اینا قطعات تکمیلی هم دارن، این قطعات تکمیلی کمک میکنه به سیستم های آب بندی که بسته به برند های مختلف متفاوت میشه. نامجو که مانده سنگ گفتم تو این تصویری که اینجا دیدیم عملا آبرنگی اتفاق نیفتید. سیستم تعریفی آخرین سیستمی هم که میخواست یک نمونه سیستم دزبا ساختمون روبروی آبرنگ تو تهران، روبروی خیابان آفریقا تو حاشیه برای اتوبان مدرس، ساختمون آبنیرو یا توانیره که یک نمای کرتنوال خیلی مال نمال 15 سال شد پیش تورتا کار کردن، یک کرتنوال رو اگه اشتما نکنم جلوی کرتنوال آمده یک پوسته شیشهی تکلایی سیکوریت کار کرده که به صورت درزباز پایین بالا چپ بالا سوشستم بازه، یک پوسته صرفا کار کرده و این درزباز در واقع اجازه میده که هوا این وسط حرکت کنه و اینا سیستم های بنوین نمای دو پوسته قابل تهویه ساختن در سیستم. آخرین سیستمی که ما توی اتصالات نقطه فیلم داشته باشیم میتونه سیستم فیکس پوینت باشه، مشابه این تصویری که داریم میبینیم. این پروژه با کتاب تکراره، برای نمونهای شیشه‌ای و آسانسورها از این سیستم استفاده شده. خیلی این سیستم در نماهای اصلی ساختمون استفاده نمیشه و توصیه نمی‌کنیم. ممکنه سیستم رو در کاتالوگ‌های اروپایی ببینید، عمدتاً اونجا زلزله ندارن و برای کشور ما که بحثای لرزی داریم استفاده از این سیستم رو برای نما خیلی توصیه نمی‌کنم. اجزای اصلی این سیستم خب کانکتور هست، هد رو داریم، این هد استیل عمدتاً چون نیاز به جوشکاری نداره و بعد تفلون های مخصوص رو داریم که بوش تفلون رو بوده میشه، یه بخشی برای سطح مماس شیشه، یه بخشی هم برای قسمت سوراخ شیشه و دوباره بوش تفلون در سطح مماس شیشه در جداره خارجی، واشر استیل رو داریم و در نهایت پیچ سرآلمی که برای اتصال استفاده میشه و اینطوری میتونیم شیشه رو متصل کنیم و نگهداری میشه. خب این نحوه اتصال عملا تکنیکی نیستش که اجازه حرکت رو بازی بده، بنابراین برای نرده های شیشه‌ای خیلی سیستم ایدئال و خوبی هست چون نمیخوایم اجازه حرکت داشته باشه برای تکیه دادن افراد یا ضربه هایی که بهش وارد میشه، بنابراین یه سیستم مناسب. من فقط در از 5 دقیقه تا 7 دقیقه یه کاتالوگ هم باز کنم ببینیم ساعت اگه از سوال داشتیم چه کتای مختلف وجود دارن که میتونن قطعات سیستم اسپایدر رو در اختیارتون بذارن. عموم این شرکت ها نمایندگی دارن، صادق هست، صادق یه برند فرانسوی هست، کیمدان یک برند چینیه، برند فرانر رو داریم و برند های مختلف که شما میتونید پنجه های اسپایدر و ملحقاتشون رو ازشون سفارش گذاری کنید و تهیه کنید. یه بررسی مختصری بکنیم، من تصاویری که توی
پرزنتیشن گذاشتم از این کاتالوگ انتخاب شده، انواع مختلف موتور ها رو معرفی کرده، مشخصات مقاومتیشون رو اشاره کرده، ظرفیت باربریشون رو گفته، اینکه چه روتری رو کجا استفاده کنید و میتونید با مشورت متخصص نما یا خود تعمیر کننده در میون بذارین. همچنین که گفتم باز برندهای مختلف هست. خب اینا نوعهای مختلف روتری هاست که اینجا استفاده میشه. در خصوص خزینه کردن شیشه ها بهتون توضیح داده که اگر از یک نوروتن ویژه استفاده میکنید از کدوم خزینه کردن، روش خزینه کردن استفاده کنید. نوعهای مختلف کانکتورهای اتصالی رو میبینید که اینجا کینلانگ نوعهای جدیدتری رو هم اضافه کرده. مثلا این نوع همون قطعه انتهایی پنج اسپایدر بهش وصل میشه و حتی شما میتونید این زاویه مشخص این رو هم تعیین کنید. حتی میتونید روتل وصل کنید به کانکتور مستقیما، به جای اینکه روتل رو به پنجه اسپایدر متصل کنید میتونید روتل رو مستقیما به کانکتور متصل کنید. روتل های مخصوص داره که برای پنجه های 4076 که استفاده میشه، یا روتل های مخصوص که برای سیستم های کلم هست که توی این روتل ها قطعه کلم که با چهار سوراخ هست متصل میشه. این روتل برای یه نوع پنجه دیگه هم استفاده میشه که من جلوتر بهتون نشون میدم. پنجه هایی که یه نوع توی شبان در واقع طرح‌های متنوع معماری داشته باشه و اساس سلایق معمارها، نوع‌های مختلف پنجه ها رو شما میبینید اینجا. خب این پنجه که الان اینجا میبینید فرمت لگش فرق میکنه و یک انحنا توی فرمت لگش دیده شده، توی این سیکشن اون فرمت انحنا دیده میشه. پنجه های مختلف، پنجه سری کا که اجازه گردش میده محل اتصال روتل، پنجه های اچ های مختلف رو داریم. اچ 360 اینجا معرفی شده که میتونه سی و این فاصله آکس 60 باشه. این هم میتونه کاستوم دیزاین بشه بر اساس موضوعی که شما مد نظرتون داریم برای اتصالات. پنجه های ویژه‌ای که گفتم این ها هستن که نمونه هاش رو دیدیم. پنجه هایی که لگ هاشون میتونه بچرخه، زاویه های مختلف رو بگیره. برای گنبد های ژئودزیک بهترین گزینه ها میتونن باشن. برای نماها و سطوح خیلی خاص میتونید از این سری پنجه ها استفاده کنید و حتی سری پنجه پنجه 06 که معرفی شده توی این کاتالوگ. پنجه هایی که برای سیستم های فینگلس استفاده میشن، نوعهای مختلف دارن، لکهاشون فرق میکنه و میتونه ظرفیت های باربریشون متفاوت باشه. اینجا میتونید سلگشون برای نمایش راست، نمایش چپ، دولگ روبه بالا، حتی روبه پایینش و تکلگش هم داشته باشین و میتونید بر اساس طرح معماریتون سفارش گذاری بکنید. اینها مشخصات مقاومتشون فرق میکنه و بسته به طراحی معماری تعریف میشن. سیستم های مختلف کلمپی که توی این کاتالوگ معرفی کرده و میتونید ببینید، مثلا اون سیستمی که توی اون اسکالات اون پروژه دیدین از این سیستم بود که ترکیب شده بود با یک سیستم راد و نوعهای مختلف کلم که اینجا میبینید. قطعات الحاقی برای نمای اسپایدر مشخصات مقاومتیشون نوشته شده و اگر توی سیستم طراحیتون و اساس نظر محاسبتون پاسخ نمیده، اینها باید کاستوم دیزاین بشن و مجددا طراحی بشن. قطعاتی که برای سایبون های شیشه ای استفاده میشه و این قسمت هم لطفا نگاه کنید، انواع مختلف ساپورتینگ وال هایی که برای نگهداری صفحه شیشه سیستم های خرپای رو